خبر فوری سرانجام جبهه آزادی کشته شدن اکمل امیر را تایید کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جبهه آزادی افغانستان در چهارمین اعلامیه‌اش در پیوند به درگیری خونین میان اعضای این جبهه و جنگجویان طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدن اکمل امیر را تایید کرده است. این جبهه پس از چاشت روز یکشنبه 27 حمل در اعلامیه گفته است که طالبان در کنار آزار و اذیت بستگان و کشته شدگان جبهه آزادی و جنازه های آنها نیز بی‌حرمتی کردند. بر بنیاد اعلامیه، طالبان با اجازه ندادن به اجرای مناسک مذهبی بر اجساد کشته شدگان جبهه آزادی ظاهراً در تلاش انحراف مردم از پیوستن به مقاومت در برابر خود بودند. جبهه آزادی گفته که این مسئله نتیجه معکوس داشته است. در اعلامیه آمده است: جبهه آزادی با باورمندی کامل به مبارزه بر حق خویش علیه ظلم و تعصب طالبان بار دیگر بر ادامه این راه مقدس تا آزادی کامل کشور از لوس طالبانی تأکید و اطمینان می دهد که انتقام هر قدر خون شهدای مبارز مقدس مسلحانه و رنج و عذاب مردم بدفاع زیر سلطه غاصبانه طالبان را از این جریان جهنمی و به ویژه مزدوران محلیشان خواهد گرفت. گفتنی است که اکمل امیر و بصیرنده را بیتوتن از فرماندهان جبهه آزادی هفته گذشته در یک درگیری مسلحانه در ولسوالی سالنگ پروان با شماری از همراهانشان کشته شدند. جبهه آزادی از این میان تنها مرگ اکمل امیر را تایید نکرده بود. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان.